تاریخش اصلاً ریشه در فرهنگ فئودالی داره و به اصطلاح ما در روابط عذاب رعیتی باید ریشه افکار رو رسیده کنیم. سعی میکنیم که نشون بده که اصلاً زن در پیشرفت جهان هیچ نقشی نداشته و وظیفه اون فقط منحصر به بچه‌داری و خونه‌داری و توی خونه موندن و انجام کارهایی از قبیل آشپزی و خونه‌داری و خیاطی و بافندگی و بالاخره هر کاری که بشه توی خونه انجام داد. این مثلا کاملی روشنه که زنی که وارد عرصه اجتماعی میشه و در مورد بخشی خونه بمونه با کدوم آگاهی های اجتماعی و سیاسی قادر خواهد بود فرزندان مناسب جامعه تربیت کند. مجاهدین هستند، خواهی نخواهی هستند، و اگر هم کسانی خواب و خیالی در سر داشته باشند ما قادریم و حاضریم قاطعانه با آنها بگوییم که نه، اشتباه میکنید، مجاهدین را نمیشود از بین. ممکن است ما را بکشید، ممکن است ما را زندانی بکنید، اما نه، مجاهدین از بین رفتنی نیستن. مگر گذشته نشون نداد؟ این فکر باقی موندنی است چون حقه. این فکر جای خودش را در جامعه و تاریخ باز خواهد کرد. این پرچم اگر هم امروز از دست ما بیفتد دست دیگری حتما آن را برخواهد گرفت. پس ما حق داریم امیدوار باشیم، ما حق داریم از مشکلات و خطرات نهراسیم و از اونها استقبال کنیم، ما حق داریم بر توطئه ها و توطئه چین ها نیشخند بزنیم،